سلام، در این باره بحث خواهیم کرد. امروز 21 ماه سپتامبر روز جهانی صلح است. نماینده غیر نظامی ناتو و حکومت افغانستان تجلیل از این روز را در آستانه مذاکرات صلح افغانستان یک نقطه عطف برای آغاز یک مرحله تازه در روند صلح می دانند. اما شورای عالی مصالحه ملی از افزایش خشونت ها در این روزها ابراز نگرانی می کند و بر کاهش خشونت ها و تامین آتش بس تاکید می ورزد. او روز که شهید سر ماما، او روز خدا سر هیچ کس نیاره که ما نمردیم، زنده هستیم. یک شب صبح و یک شب پیشین علی سینا جان پدر جان. از خانواده ما یک بیادر، ما سه تا بچه، ما چهار نفر. همین چند وقت پیش خودم هم دو سه بار زخمی شدیم. در همین حال خانواده هایی که چندین تن از عزیزانشان قربانی جنگ شدند، دست رفای درگیر می خواهند که به جنگ پایان بدهند. مهمانان هم در این برنامه آقای جاوید کوهستانی، آگاه مسائل سیاسی و نظامی، و آقای مولانا فرید، نماینده خاص معاون اول رئیس جمهور در استدیو هستند. خوش آمدین مهمانان گرامی. مولانا صاحب، با شما آغاز بکنیم. روز جهانی صلح بوده امروز، هدف این روز بگونه قطع جنگ یا کم از کم قطع خشونت اگر برای یک روز هم شده است و مصادف شده این روز با مذاکرات میان افغانان. طرف های جنگ که حال درگیر مذاکره هستند به این روز اهمیت قائل شدن، این روز برایشان معنی داشته. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت بینندگان محترم، جناب کوهستانی صاحب، همکاران شما، یک کمی در ارتباط این روز صحبت بکنیم که این روز چه وقت نامگذاری شده و چه مناسبت نامگذاری شده است. روز بین المللی صلح همه ساله در 21 سپتامبر برگزار می شود. در سراسر جهان از این روز تجلیل به عمل می آید و امروز به نام روز صلح اختصاص داده شده است. این روز در سال 1982 از طرف سازمان ملل به رسمیت شناخته شد و روزی است که اکثر کشورهای جهان و اکثر نیروهای سیاسی که دارای مدنیت هستند، افکار مدنی دارند، از این روز تجلیل میکنند. و احیانا در این روز بسیاری از چهره‌های نظامی و جبهات جنگی که داغ است بر یک روز با پاس همین روز بین الملل صلح آتش بسی هم دارند و یا از خشونت خود میکاهند. بلی، در این شک نیست که امروز مصادف است با روز گفتگوها در قطر، با روز گفتگوهای صلح در قطر. اما ما یک با گروپ مواجه هستیم، مردم افغانستان با گروه مواجه است که تمام عناوین پدیده غربی می داند. دموکراسی پدیده غربی، حقوق زن پدیده غربی، حقوق بشر پدیده غربی، روز جهانی صلح پدیده غربی، جلوگیری از خشونت پدیده غربی است. اما به هیچ وجه به این مسائل نه باور دارن نه اعتقاد دارن. و از همه بزرگتر، مسئله صلح مسئله دینی است، مسئله اعتقادی است، مسئله است که من حیث یک مسلمان ما با او معتقد هستیم و از توصیه های قرآنی است. و چند جای خداوند می فرماید و این طایفتان من المؤمنی نقتتلوا فاصلحوا بینهما. و جای دیگه همیش برای شما گفتیم در این میستان آیه دیگه داریم، جز آیه دیگه داریم که وصلح خیر. این روز یک روز است که سازمان جهانی و نهاد بین المللی را به نام روز صلح گذاری کرده، اما در دین ما هر روز باید ما از صلح و از نهاد به نام گفتگو و مذاکره به خاطر حل مشکلات ما استفاده بکنیم و ما مکلف هستیم من حیث مسلمان. بالاخره در حال که درگیر مذاکره صلح هستیم، اما این روز مفهوم به ما نداشته در نهایت. تشکر. کوهستانی صاحب، بحث صلح افغانستان و جریان که حاکم است، چه در دوحه، چه در کشور و چه میان دو طرف درگیر جنگ، مذاکرات و روند برابر با فرموله که وجود داره برای صلح، اصول، معیار، شیوه ها برابر است با این شیوه که روان هستیم، به صلح نزدیکتر میشیم یا نه عقبگرد روبرو خواهد شد؟
به نام یاد خدای بزرگ و با سلام به بیننده جناب مولانا سه. من فکر میکنم که نباید بسیار ساده انگاری بکنیم که حل منازعه و پایان هر جنگ یا رسیدن به سال یک امر معمولی نیست. خود رسیدن به سال و چگونگی مذاکرات، میانجیگری ها نهایتاً ضرورت داره که ما ماهیت جنگ ها را بشناسیم، اوضاعی که در اوج جنگ اتفاق افتاده ببینیم، ایدئولوژی ها را تشخیص بکنیم، فرهنگ هایی که حاکم هستند در جامعه بر اونا بپردازیم و بعد بیایم سر راهکارها عمل بکنیم. یکی از مشکلات کلان ما تا یعنی 18-20 سال اخیر هم می بوده که ما بسیار پلانای استراتژیک داشتیم، دوستای خارجی هم داشتن، ولی هیچ وقت مورد اجرا کرده تطبیق کرده نتانستیم. آنچه ما برای ازو چه در حوزه حقوق بشری، دموکراسی و یا توسعه اقتصادی سیاسی بحث میکنیم، کل از اینا ماهیت واقعی شده می جامعه افغانستان به خود نگرفت. برای ازی که ما جامعه افغانستان به شکل دقیق اما جانبه تحلیل و ارزیابی نکردیم، نیازا را نشناختیم. به این لحاظ باور ما این است که ما به صلح میرسیم. صلح فرایند جنگ است، پایان جنگ است و ما باید به او برسیم. من میگم که جناب مولانا صاحب گفت اسلام بر ازی بسیار تاکید داره. آیای متعدد ما در قرآن عظیم شان داریم که خداوند از صالحین، کسایی که مصلح هستند، از اینا یاد میکنه و صلح زمینه اصلاح در جامعه را میره. به مو خاطر مصلحون و از اصلاح در جامعه بیشتر صحبت شده است، چون وقتی در جامعه شرارت از جنگ از بینظمی است، نمیتونین شما به یک افق جدیدتر برین. به اون لحاظ ای بسیار تاکید شده. اما مشکلات جامعه ما جنگ 40 ساله است. این جنگ مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته. جنگ ایدئولوژیک بوده، جنگ قدرت بوده، جنگ میان تنظیمی بوده، جنگ علیه اشغال خارجی بوده، مثلا تجاوز شوروی بوده، جنگ دوران مقاومت بوده علیه القاعده بود، تروریسم بوده. فعلا یک بخش دیگری از جنگ ما داریم. اگر ما بیم خیلی سادنگوری بکنیم که چرا طالب به نتیجه نمیرسه و باید بیا تن بتا و چیزایی را که ما میگوییم درست است، این جای مطلق گرایی نتایج مطلوب نمیاره. یعنی مذاکره در گفتگو حل منازعه چانه زنی است. چانه زنی به ارزشایی که شما به او باور دارین و جامعه انسانی به او نیاز داره و شما میخواین که در یک جای صلح و سلام بیارین، در اونجا سلامتی بیارین که انسان‌ها زندگی مسالمت‌آمیز کنن. برای ازی باید با تمام بینش علمی، تجربه افغانستان، شرایط فرهنگی و ماهیت اساسی جنگ، شیوای جنگ یک صورت گرفته، اینا را ارزیابی بکنیم، به طرفا حق بدیم، حرفاشون را بشنویم، استدلال بکنیم تا بتونیم در این چانه زنی گریه ها را باز کنیم. این با احساسات و با عاطفه ما به جای رفته و به شعار دادن به صلح نمیرسیم. بسیار کوتاه، زمینه های جنگ در مذاکرات کنونی و روند کنونی هنوز مورد بحث نیست، شامل گفتگو نشده. ما فکر میکنم یکی از مسائل اساسی همین است که حالا باش روبرو هستیم. ما باید ماهیت منازعه و جنگ و جهاد را تفکیک کنیم. وقتی شما با طرف طالبا هستین، طالبا بحثای خودشان را دارن، بحث ایدئولوژیک است. شما با بحث اعتقادی روبرو هستین، نه با قدرت. همون گونه که مولوی عبدالحکیم گفته که ما برای قدرت نه، ما به برپایی نظام اسلامی آمدیم، میخوایم نظام اسلامی بیاریم، با قدرت نامدیم. میبینین که بس دینی است، عقیدتی است، ایدئولوژیک است و شما باید در تیمتان که متاسفانه خیلی تیم ضعیف دارین، این تیم را باید از این ناحیه تقویت میکردین و ما به یقین برای شما گفته میتونم که شما در آینده ضرورت به ترمیم این تیم دارین. این تیم شما پاسخگو نیست. چهره های بله، تیم شما پاسخگو نیست. وقتی شما میبینین که از یک تیمی که تمام رده های بالایی و تصمیم گیری حقیقی را آورده و کاملا ایدئولوژیک است، بینش واحد داره و شما یک تیمی را آوردین که در اونجا مشکلات داره، مثلا کسایی هستن که در دوران اشغال شوروی وابسته به او سیستم بودین، مشکلات خود دارن. خب ما باید این دیدگاه ها را تفکیک کنیم که چه کسی میتونه به طالبان پاسخ بده، چه کسی میتونه استدلال علمی بکنه، از جایگاه دینی، از جایگاه فقهی، از جایگاه جامعه شناسی، از جایگاه روانشناسی بالاخره طالب قناعت بکنه که عقب بیایه و ما قناعت کنیم که چقدر عقب بریم. بدون عقب رفتن ما به صلح نمیرسیم. برمیگردم آقای کوهستانی، ادامه فراخبر تا چند لحظه دیگر. ادامه فراخبر. آقای فرید، بحث
حیات اگر فرصت بود بس میکنیم دربارش که امروز سپاسگزاری هم شد در مراسم از کارکردهاش در مراسم روز جهانی صلح. ما چیزی که آقای کوهستانی گفتند فرایند هر جنگ صلح، اما جنگ 40 ساله افغانستان در نقطه پایانش نزدیک شده و یک صلح زود هنگام پس از 40 سال جنگ در راه است با توجه به خموپیش‌های مذاکرات 10 روز اخیر میان دو طرف. ما یک تبصره کوتاه میکنم با سر جواب شما میم. ما با برداشت که جناب کوهستانی سر به ارتباط ماهیت جنگ، کارشناسی جنگ و امو جغرافیایی که جنگ در جریان داره، مداخلات کشورهای خارجی، تمام این مسائل فهمش در مذاکرات هم ضرور است، در جنگ هم ضرور است. این باید دشمن خود هم بشناسه، ماحول بشناسه، طریق مذاکره را بشناسه، کسی که دشمن حمایت میکنه بشناسه، ایدئولوژی دشمن بساز یک اصل است. اما از نظر اکثریت دوستا ما جنگ افغانستان جنگ مذهبی نمیدانم، جنگ اعتقادی نمیدانم. جنگ افغانستان جنگ فقهی نیست، جنگ روی مشکل یک حدیث نیست. اگر جنگ جنگ فقهی باشه، اگر جنگ به اساس ازی باشه که کی کافر است که مسلمان است، او جایی مسئله میتونه از راه نشست دو نفر عالم حل شود. اگر جنگ قدرت نیست، امریکایی بود، اشغال بود، بانه داشتین که اشغال از در افغانستان رفتی با امریکایی مشکل حل کردی، هر توافقی کردی بین خودتان امریکایی هم منوز مکتوم و مخفی است، کس نمیفهمه چرا توافق کردین. اما وقتی که شما جنگ دینی دارین، مسائل جنگ دینی خود در فتوا دارالافتا حل میشه، چهار نفر عالم نظارت میکنه، چهار تا دیگه سر بندایی که در او بند ملاحظه است از لحاظ دینی سر او بحث میکنه. در افغانستان مطلقاً جنگ استخباراتی و جنگ قدرت است. طالب های کار را زیاد کن در گذشته کوهستانیست قدم به قدم ده جدیان است. طالب یک وقتی آمدن که ما پاتکا را میبرداریم، در دروازه کابل هستیم، اصلا حکومت میکنیم. وقتی که احمد شاه مسعود بزرگ رحمت الله علیه رفت به این حکومت میگن اسلامی نیست، هر جایی که ملاحظه دارین علمای دو طرف بشینن سر نکاتی که اسلامی نیست بحث بکنن، او را اصلاح بکنیم. ما طرفدار اصلاح هستیم که نظام اصلاح شود، نظام به شریعت مطابق باشه. گفتن صلاحتان اجازه بده، صلاحتان تسلیم کنین از وطن بروین. ما چیزی رو غیر تسلیمی صلاح نمیشناسیم. او وقتا به این بانه آمدن دکه به دگر برتان میم. پیشتر گفت مولوی عبدالحکیم نظام اسلامی نمیگه. ببینین یکی ما نباید مولوی عبدالحکیم اگه بشه مثل امام اعظم بپذیریم. مولوی عبدالحکیم نظام اسلامی نیست، کل اگه میگیم لا اله الا محمد رسول الله یک، بیا بگوی که کدام بند نظام اسلامی نیست، کدام نقطهش نیست. کل مردم خو اجازه بدین ما گپ بس گمراه میشه. نه بس گمراه نمیشه، ما گپ سر مولوی عبدالحکیم مونده که مفتی طالب است. ببینین مولوی عبدالحکیم میگه نظام اسلامی نیست. ما در قانون اساسی خود داریم که هیچ قانون مخالف قانون اسلام بوده نمیتونه. ما در قانون اساسی داریم هیچ حزب مرامنامه بدون مخالف مرامنامه اسلامی جور کرده نمیتونه. و هر قانونی که مخالف دین باشه ما در مذاکره ایدئولوژیک اجازه بدین قطعا ایدئولوژیک کدام گپ بسیار عجیب غریبی نیست که ما مفتیار از افغانستان بیاریم. وقتی که ایدئولوژیک است او برای بحث ایدئولوژیک در جای ایدئولوژیک بحث شد و کشتار مردم ای کدام ایدئولوژیک است. شما بیال نمونه های را کاوردن کلش بحث های مذهبی بود. اجازه بدین این بحث مذهبی، این بحث مذهبی پیش طالب است. بهم طالبی که میگه نظام اسلامی نیست، کدام نقطه‌اش است سر از اون بحث بکنیم. بسیار خب، نیاز داره کس نباشه که این مسئله را حل بکنه. بحث هم اون مردمی که در برابر یک مولا عبدالحکیم اکوره خطا که خوند یک مولای خشک مجرد از تحصیلاتی که نسبت به قضایا و اطراف و فتوای طالب است، اون فتوای طالب است که دوتا مسیج کردن بکشن، اونم فتواست. آقای فرید، چنین یک وضع با چنین یک رفتار حاکم از در مذاکرات میرسیم به صلح بالاخره. ببینین ما من حیث یک طرف دولت افغانستان، من حیث یک طرف مردم افغانستان، من حیث از که ما از این وضعیت بدبختی نجات پیدا کنیم تا زمانی که امکانش از باید تلاش کنیم. و خوب است که در آخر جناب کوهستانی صاحب و جمع دوستا و کسایی که ناظر قضیه هستند، درست است هیئت قابل نقد است، هیچ کس کامل نیست. خب چرا اصلاح نمیشه؟ اجازه بدین هیئت قابل نقد است و همه کس قابل نقد است و هیچ انسان کامل پیدا نمیشه. امیدوار هستیم که با شروع مذاکرات
نواقصی که در حیات است اگر باشد او هم چی شود؟ او هم برطرف شود. اما قبل از قبل نقصی در حیات دیده نشده. چی دیده نشده است؟ نقص نقص. تا بالا حیات هیچ چیز برای کس نگفتن. نامده این حیات در یک جایی است که ما شما با واد سسی نداره، مطبوعات ما ندارن، قضایا بیرون درز نکرده و این طور هم نیست که با کل ملای افغانستان جمع کنیم. کل قضیه ملایی نیست اونجا. یک بخش مسائل اعتقادی، بخش مسائل روشن فکری است، بخش مسائل حقوق بشری است. از آقای کویسانی هم دیدگاهشان را داشته باشیم. کویسانی صاحب، در مراسم امروز گفته شد که ملت تشویش داره که معنای صلح چیست. این ناشی از چی است؟ این تشویش باید برطرف شود، چگونه ممکن است؟ ببینید، ما بسیار همون بحث ما قبلا نمی بود که اگر ما فکر کنیم به میز مذاکره هستیم صحبت میکنیم، ما گفتم که ما نمیشه که ساده انگاری کنیم برای مصالحه. جنگ 40 ساله افغانستان مراحل مختلف پشت سر گذاشته است، تجاوز بوده است، ما شاهد بودیم. جناب مولانا صاحب در برابر تجاوز شوروی تفنگ گرفته است، اما ادعای جهادی را که امروز طالبا دارن ما ادعای جهاد داشتیم. تفاوتاش است که اینال نیروهای استشادی و انتحاری و امثالینا دارن، رفتار خشنتر دارن، ولی ما هم نظام، یعنی برپایی نظام اسلامی را شعار دادیم وقتی به کابل می آمد مجاهدین، برپایی نظام اسلامی بوده. حاکمیت دین خدا بوده. اجازه بدید من بحث بکنم براتون در این مورد. ما تفاوت داریم، تغییر کردیم، بینش ما تغییر کرده، جامعه بین المللی و شرایط زندگی امروز سیاست جهانی شدن چیزایی را تغییر داده. اما فراموش نکنیم که در افغانستان جنگ ایدئولوژیک است. ما یک زمانی از پشت تریبون شما این بحثا را میکردم، ولی ما رو تکرار نمیکنم. جنگ افغانستان بسیار پیچیده است، ابعاد مختلف داره. یعنی طرفینی که آمدن برای حل منازعه ششتن دو طرف میز، این دو طرف باید دارای دیدگاه بسیار وسیع باشند. اما آگاهی از جنگ گذشته افغانستان، از آغاز بحران افغانستان تا به امروز، مراحلی را که پشت سر گذاشته، تاثیرات روانی را که در درون جامعه افغانستان حاکم ساخته. شما وقتی میین با یک گروه گپ میزنین که در سطح معمولی نیست، حداقل 60% جغرافی افغانستان مردمی را که ما مردم خطاب میکنیم، مردم کی است؟ کسایی هستند که در محیط اجتماعی زندگی میکنند. همین محیط در کنترل 60% از اونها است. ما یک زمانی میگفتیم که اگر طالب جنگ چریکیش به جبهوی تبدیل کرد، محیط اجتماعی را کنترل کرد، سربازگیری میکنه، تقویه میکنه خودش، وقت نظام نمیشونید، وجود نداشت گوشه که بشنوه که چگونه چی کار راهکار وجود داشته باشه. امروز شما در اون مردم حرف میزنین که 60% تحت بیرق طالب است، یا اجبار است، یا مجبور است، یا گروگان است، یا داوطلبانه است، در اونجا وجود داره. اما اونا پذیرفتن، نماینده‌شون رفته. وقتی ما بحث میکنیم، این بحثا رو باید حلاجی کنیم با یک منطق بسیار عالی و گذشت، تحمل پذیری، لبخند در مذاکره ضرورت است. یک آدم بسیار با خشونت حرف میزنه، شما حق دارین لبخند بزنین، سر به جنبانین که شما حق به جانب هستید. اگر چنین نکنین، شما شگافتن این گریه های کور 40 سال افغانستان خیلی حوصله بندی کار داره. نمیتونیم با شعار با واژه پیش بریم. کوشنیشه با لبخند یک جانبه کار پیش میره؟ بله، سرانجام شما مجبور هستین. در چنین سرزمین شما جنگ میکنه، شما دولت هستین، امتیاز میگیره و شما یک نظام سیاسی هستین. نه، اینجا بحث از دعواست. شما میفهمین منازعه دعواست، جنگ دعواست، اختلاف نظر است، تضاد اندیشه است. چرا ما جنگ نمیکنیم؟ ما تضاد اندیشه زیاد نداریم، اونا تضاد اندیشه است، تضاد فکر است، تضاد برداشتش است. بنان این جنگ این ظرفیت رو داره. شما باید از جای شروع بکنین که قابل حل است. ما چیزی را که میتونیم اول حل بکنیم، با قضیه بیایم که میتونیم ازش چشم پوشی بکنیم، ولی یک نقطه میرسیم که قابل چشم پوشی نیست، چانه زدن است. وقتی شما چانه میزنین، باید در چانته تان شما در کل تیمتان، کسی که در حقوق و روابط بین الملل و استثنای دکتر احمدی و ممکن یکی دو تا دیگه کسایی را ندارین که در اوجه روابط بین المللی و حل منازعات به شکل اساسی آشنا باشند. ما باید چنین باشیم. ما خب به اصطلاح قشلاق میخوایم بگویم که به اصطلاح قشلاق گر گفتن و دهن شیرین کردن نیست. ما که جمهوریت تابگاه بگویم، اون هم امارت میگه. امارت یک نوع نظام است که دیگه دنیا هم است. شما امارات متحده دارین و کشورهای اماراتی هم دارین. بسیار خوب آقای کویسانی، پاسخ پرسش نیافتم. تشویش ملت از چیست؟ تشویش ملت از این است که خدای نخواسته آن چی میبینن
یعنی یک قبنشینی وجود نداشته باشه، تسامح وجود نداشته باشه، گذشت وجود نداشته باشه و این گریه 40 سالی افغانستان که فعلا یک فرصت پیش آمده، یعنی محدودیت‌ها را می فرصت داره، اگر از این محدودیت‌ها عبور نکنن، این فرصت استفاده نکنن، ما خدای نخواسته دوباره به سمت جنگ نریم، خشونت‌ها تجدید نشه، تلفات نتیم، دامنگیر ما نشه. تشکر آخوی فرید. تشویش و نگرانی ملت جدی گرفته شده، متوجه این نکته و نگرانی هستین، چی میکنین به این کار؟ اول باید نگرانی ملت یک دفعه تشخیص شده که نگرانی ملت چیست. نگرانی ملت است که دوم بار افغانستان نرود به محالت قبلی، گرچه فعلا هم در محالت است. یکی از نگرانی ملتی است باید که طالب آتش بس کنه. یکی از نگرانی است که دولت بمی دولت افغانستان یا مردمی که رفته به قطر تا فعلا مذاکره دارن، از کدام جای عقب نشینی نکردین، کدام گپم نبرآمده که در رابط بین الملل مشکل داشته باشن، در مسائل اعتقادی مشکل داشته باشن، در کدام پاسخ طالب بی جواب مانده باشن. امروز اول هم افتتاحیه ثابت کرد که طالب تنهاست، دنیا از امی دایی دفاع کرده و تمامش پشت سر امی دایی ایستاد شده است. اما یک نکته گفته که طالب یک گروه زیرک و سرسخت، ترامپ یک شخصیت استثنایی در سیاست افغانستان، به هیچ چیز مقایسه نمیشه. ما سر گپ از او تبصره نمی کنم، گپ خود ما رو میزنم، دنیا هر چیز که میگوید. ببینید امی کوهستانی، ما در مسائل شناختن پاکستان، گشت در پاکستان زندگی کردیم، شناختن فامیل طالبا بیشتر فامیل مسائل از کوهستانی ما مختیم. وضعیت است که اینمی جنگ در پشت سرش پاکستان است. همین مسئله را بخوایم که بفهمم که دید شما چی است. گفته میشه که تشویش ملت از معنای صلح است، صلحی که در راه است، با چی مفهوم، چی معنی، چگونه صلح میخواین شما و میپذیرین؟ اجازه بدین ما شما دیرو اینمی سوال جوابش وقت شما شنیدین. امروزی که مجلس افتتاحیه بود، تمام مسائلی را که دولت روی میز گذاشت مفصل صحبت شد. ما چی میخواییم؟ قانون ما را میخواییم، اردوی ما را میخواییم در جایش بشه، حقوق بشر را میخواییم، حقوق زن را میخواییم، امنیت را میخواییم و و و و. یعنی تشویش در کار نیست. تشویش از این که طالب این امیال طالب در بحثش گفته که ما فقه جعفری رو نمیشناسیم، ما با حکومت اعتقاد داریم که قبل از داوود خان بود، حکومت فامیلی ای، حکومت های بعد از داوود خان، حکومت مجاهدین بود که جرأت داد یک در مردم دیگر هم بیان حکومت شریک شوند، بالاخره حکومت ضعیف داختن. دید نمیز دید طالب باید دید دیگر باید دید. ما فکر میکنم کنار رفتن دیگر شاید بسیار زیاد مشکل باشه. بسیار خوب آقای کوهستانی، در پایان کار در انجام مذاکره و روند، چیزی که خواست مردم است به دست خواهد آمد یا نه کوتاهی در خواست مردم نیست؟ ما ببینیم یکی خواست مردم است. وقتی شما میخواین برای منازعه بپردازین، این منازعه سطوح مختلف داره. یک منازعه بین دو تا گروه است، یک منازعه بین کشورها است، یک منازعه بین دو تا گروه جنگی ایدئولوژیک، یا یک طرف دولت یک طرف گروه ایدئولوژیک جنگی است. در اینجا منافع کشورها هم که تعریف شده، یعنی ایالات متحده هنوز پاش از افغانستان نبرآمده و صحبت اخیر خلیلزاد هم خیلی نشان داد که نه به اجازه کسی آمده، نه به اجازه کسی هم ضرورت داره که بره. یعنی ما موقعیت ما را میتونیم در این واژه ها بیافیم، تعریف کنیم که در چه موقعیت قرار داریم و این میتونه به ما آسیب برسانه در جریان مذاکرات. این بحث هایی است که وجود داره. بنابراین وقتی بحث میکنیم از مردم، اونجا یک تیم که از مردم یا از مجموع افکار مختلف نمایندگی میکنن. تشکر بسیار آقای کوهستانی، آگاه مسائل سیاسی و نظامی، و آقای فرید نماینده خاص معاون اول رئیس جمهور، از حضورتان در برنامه. همچنان تشکر از بیننده های گرامی.